سلام به همه شما دوستانی که از خوردن غذاهای خوشمزه و سنتی ایرانی لذت میبرین همینطور سلام به شما دوستانی که اینطور غذاها رو دوست نداریم امروز میخوام یه غذای سنتی و خوشمزه ایرانی رو براتون بگم که تو تمام ایران معروفه هر قسمت از ایران ممکنه که چیزی به اون اضافه یا کم کنن. اما تاس کباب اصل ایرانی و مواد مورد نیاز اون به این ترتیبه. اولا که حتما از گوشت گوسفند و ترجیحا برده استفاده بشه. دوم اینکه که گوشت باید به اندازه کافی چربی داشته باشه. و از قسمتی لطیف انتخاب شده باشه. خب اونایی که تاس کباب اصیل ایرونی رو درست میکنن میدونن که تاس کباب قسمت اصلی و بیشتر اون گوشته و اون هم گوشت قسمت دنده یا قلوگاه بره یا گوسفند تاس کباب به دلیل زیاد بودن گوشت اون کلمه کباب رو یدک میکشه و به دلیل اینکه اونو به سیخ نکشیده و توی قابلمه میپزن کلمه تاس که همون کاسه است و یا قابلمه نام تاس کباب رو روی اون گذاشتند. من از یک کیلو گوشت قلوه گاه استفاده می کنم سعدت سیب زمینی درشت سعدت پیاز یه دونه به خیلی بزرگ حدود 20 عدد آلو و سعدت گوجه فرنگی البته گوجه فرنگی جزء اصلی تاس کباب نیست حالا برای پخت تاس کباب باید مواد اونو خوردشون کنیم به این صورت که حلقه ای خورد میشه ابتدا پیاز و حلقه ای خوردش میکنم قطر اون معمولا بین نیم تا یک سانت و بعد اونو کف قابلمه اولین ردیفی که از مواد رو میچینیم البته تاس کباب سنتی در قابلمه ها و دیک های مسی پخته می شده. بعد سیب زمینی رو به همین صورت به صورت حلقه ای در میاریم. اگر سیب زمینی بزرگه میتونین سیب زمینی ها رو بعد از اینکه حلقه کردین از وسط به نونیم کنین اونها رو. قطر سیب زمینی ها معمولا بین یک تا دو سانتی به این شکل اونها رو از وسط دو نیم میکنم و بعد اونها رو توی قابلمه روی پیاز ها می چینم بعد گوشت رو روی سیب زمینی میذارم شما میتونین برای هر نفر یک قطعه بزرگ در نظر بگیرین یا هر قطعه رو به تکه های کوچکتری تقسیم کنین ناگفته نمونه که من یک مقداری از چربی گوشت رو کم کردم بعد از گوشت من به رو که قطعه قطع کردم روی گوشت میریزم در برخی شهرها وقتی به نیست و به جای به هویج میریزن حالا سیب زمینی دوباره روی اون میذارم و بعد پیاز گوجه ها رو به چند قسمت تقسیم می کنم و روی تمام مواد می چینم تا یه مقداری بعد از پخته شدن آب گوجه فرنگی به خورد تمام مواد بره و آلوهایی که خیس کردم روی همه مواد میریزم از دو قاشق رو به گوجه فرنگی خونگی استفاده میکنم یک و نیم قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنم البته چاشنی ها اندازه اونها دلخواهه یک قاشق چایخوری فلفل سیاه و از یک لیوان آب جوش البته تمام آب جوش رو یه دفعه نمیریزم یه مقداری مواد رو با هم مخلوط میکنم که راحت تر مخلوط بشن میتونین به جای اینکه سس رو بیرون از قابلمه درست کنین زرچوبه فلفل رو به گوجه فرنگی و آب رو داخل قابلمه بریزین اما اگر به این شکل یه سس درست کنین و بعد روی همه مواد بریزین خیلی بهتر و خوشتمتر میشه غذاتون و رنگ و لعاب همه غذا به یک انداز است مخصوصا این غذا که اصلا و به هیچ عنوان داخل قابلمه هم نمیخوره بعد سس رو روی مواد داخل قابلمه میریزم و یک لیوان دیگه آب جوش روی اون میریزم در قابلمه رو گذاشته و روی حرارت میذارم بعد از اینکه جوش اومد حرارت رو کم میکنم تا با حرارت کم و دو لیوان آب پخته بشن باید مقدار آب خیلی کم بشه اصلا به اون صورت آبی نباید داشته باشه باید آب تاس کباب قلیز باشه اواخر پخت نمک رو به تاس کباب اضافه میکنم برای چاشنی میتونین از آب غوره یا آب لیمو استفاده کنین. آب لیمو یا آب غوره هم بسته به ذائقه خودتون میتونه کم یا زیاد باشه. من از این مقدار استفاده کردم. چند دقیقه بعد از اضافه کردن چاشنی غذا آماده است و میتونین اونو سرو کنیم و از خوردن اون لذت ببرین. این رو هم میدونین که تاس کباب یه غذای نونیه و با نان خورده میشه. اما برخی اونو با پلو هم به عنوان خورش مصرف میکنن. خدا نگهدارتون.